شاگردان عزیز، صبح همتون بخیر. امیدوار هستم کاملا سرحال و صحتمند باشین. پیام اولی مریض براتون که کرونا را جدی بگیرین و زیاد مواظب صحت خودتون و فامیل و تمام هموطنانتون باشین و بعدا درسایتون بسیار مرتب ادامه میدین طبق یک تقسیم اوقاتی که از طرف خانواده براتون ترتیب شده است. خب شروع میکنیم درس جدید ما را با امید از اینکه در درس‌های قبلی مشکل نداشته باشن. اگر مشکلی بود ما در خدمت. خب درس امروز ما که از بازم ارائه گرافیکی حرکت ساده هارمونیکی است، صفحه دهم ادمن فیزیک صنف 12 صفحه دهمش عنوانی است به نام ارائه گرافیکی حرکت ساده هارمونیکی. حالی ما درباره حرکت ساده هارمونیکی بحثایی را در اول داشتیم، حالی میبینیم خیلی گراف از چه قسم جور میشه، چه قسم گراف از این کارایی داره و چه قسم شروع میکنیم میره میم از این شروع میکنیم. خب حرکت ساده را میم یک گرافه که براتون رسم میکنیم تورو نمونه. خب این محور وای ما هم فاصله را میمانیم، یا اکس را قبل داشتیم میواز وای نامشونه جیکس میمونیم. کدف ما از فاصله بیجا شده است، چقدر فاصله بیجا میشه و محور اکس ما را بر چی میمونیم؟ تی کامو پیریود ما بوده یا مو زمان ما را که به کدام چی نشانش میادیم به ثانیه اندازش میگیریم یا اسپرش میمونیم عزیزه. خب معمولا این ساده را در کتاب براتون میگم، میگه حرکت ساده هارمونیکی که است معمولا کدام شکل داره؟ شکل تابع کوساین داره. شما میفهمید کوساین تابع ساین کوساین، همتون دربارش معلومات دارین که در ریاضی صنف 11 هم از این می صنف 11 در ریاضی صنف 11 شما در باره ساین کوساین پیریودشان تمام مبحث و گپایشان خوندین. خب میایم در این قسمت شروع میکنیم که معمولا میایم از ریاضی اون گپا را براتون میگیم. مثلا کوساین صفر، همه تو میفهمید کوساین صفر چقدر است؟ یک است. و اگر بیایم کوساین 90 ببینیم، کوساین 90 کلیگی میفهمه که چی میشه؟ صفر. پس کوساین صفر میفهمیم یک است، از اینجا شروع میکنیم. یعنی موقعیت صفر ما به این شکل و من داریم از این موقعیت شروع تا به کوساین قسم میایم پایان، دوباره بالا، پس پایان. این قسم دیگه چی است؟ تابع پیریودیک است. این قسم ادامه داره صحیح است؟ هم بالا. پس در قسمت قسمی که دوای می داشتیم در کتاب بیره بردان مانده ای، به طرف بالایش مانده مثبت ای. و پایین از این نقطه ریجا که بیمان آمد میره با ما این اندازه که در بالا سیر در پایان میمونیم منفی. چرا مثبت چرا منفی؟ به خاطر قسم قرارداد محور اکس وای بوده که از مبدا به طرف بالا مثبت و از مبدا به طرف پایین منفی. پس مثبت ای و منفی چرا؟ به خاطر که یا امپلیتود است. ایتون مخفف از کدام واژه گرفته شده؟ از واژه امپلیتود. امپلیتود هم مکزیمم تان و یعنی مکزیمم تغییر موقعیتی را که از او قسمت ما داریم برای برش چی میگیم؟ به نام امپلیتود یاد میگیم شما. خب امپلیتود را فهمیدیم، میایم چی کار میکنیم؟ حالی یک چیزی را قبلا ما خوانده بودیم به نام چی؟ به نام پیریود. ما گفتیم اهتزاز مکمل یا پیریود برش میگیم. پس از این قلت و ایس و یرک ما ببینیم اینیش یک اهتزاز چی صورت گرفته؟ مکمل. پس اینمی زمان را که یک اهتزاز مکمل در صورت میگیره او را به نام چی میکنیم؟ پیریود. و پیریود ما گفتیم مخفف چی میباشه؟ تی میباشه. خب در این قسمت اینجا ما میگیم که یک پیریود به تی نشانه میدیم پیر و فاصله محور که در اینجا میگیم محور اکس ما صحیح است؟ یا بی این اکس ما نمیمونه میره محور وای میمونیم، فاصله مکزیمم محور وای ما امپلیتود برای ما نشان میده. و از یک قله تا قله بعدی ما میگیریم یا یک دور مکمل چی گرش گفته میتونیم بگیم براش میتونیم چی؟ یک اهتزاز مکمل به نام امپلیتود. او را هم میتونیم از بالا بگیریم و هم میتونیم از پایین، هیچ کدوم مشکل نداره. این هم چی است؟ خودش یک پیریود است. پس این پیریود چی میشه؟ در زمانهای مختلف تکرار میشه. در قسمت همه قیزی در یک
احتزاز مکمل که ما معلومات داشته باشیم درباره همشون ما میتونیم معلومات چی کنیم بعد دست آورده میتونیم هیچ کدام مشکل امروی خود نداره. خب این قسمت فهمیدین میمالی سر مبحثه که بعدی ما شما کوه از معادله حرکت ساده هارمونیکی این خو حرکت دیده میشانه یا هم گرافش بود به شکل گرافیکی رای کنه مالی میگیم خیلی گرافیک است از کدام معادله پیلوی میکنم میبخشین معادله حرکت ساده. خب معادلش در کتاب براتون نشون کرده بین ایره به مشکل لکس میمونیم به خاطر از اینکه باز معادله که در کتاب است و معادله باز یکمه که براتون چی میشه مشکل ساز میشه. خب معادله که در کتاب است و معادله رو ما براتون بریم نشون میکنیم میگه x مساوی میشه و ایره با مارکر اصلا نشون میکنم که یادتون نره x مساوی میشه و a کوساین a کوساین اومیگا تی جمع زاویه که داریم زاویه فاز ای کوساین اومیگا تی جمع زاویه فا. خب اکس ما گفتیم که فاصله را چی نشان میده در این محور اکس نشان میده ای ما گفتیم چی است امپلیتود نشان میکنیم امپلیتود یا فاصله مکزیمم به یا شده کوساین اخو میفهمین گفتن که معمولا حرکت ساده هارمونیکی توسط معادله که رفتارهای کوساین امروی خدا را توسط از امون معادله چی میشه؟ ارائه میشه. خب اومیگا تی جمع فارا اردگاه کزیار را همزمان بنام چی یاد نکننده کتاب بنام فاز حرکتی را میگن فاز چی؟ حرکت یا حالت حرکت برش مشتمه کنیم خدا فاز یا فیز اونم او حالت است. خب حالت چی؟ حرکت. چرا حالت حرکت دارش میگیم این معادله را به خاطر که خودشان چی نشان میده طبیعت خود حرکت را بیان میکنه که این حرکت چه قسمه است درباره خود حرکت برای ما چی میکنه معلومات میده که این حرکت برای ما چی گپارا داره میخواد. خب فای ما چی است؟ فاز اولیه است یا حالت اولیه است که در حالت اصلی جسم حرکت داره. خب فا رو نشان میکنیم چی؟ فاز اولیه یا حالت اصلی جسم رو برای ما نشان میده. حالت چی ده؟ حالت اصلی جسم که جسم کدام حرکت داره آیا در حال حرکت است در سکون است کدام حرکت امروی خود داره. خب بخاطر اینکه معادله را کمک وضاحت داده بتانیم تمام مسائلش را خوب بتانیم تشریح کرده بتانیم میایم یکان گپا را برشان در نظر میگیریم. مثلا چه قسم در نظر میگیریم؟ میگیم در زمانی که در حالت بسیار ابتدایی یعنی در صورت ما اکس همین پیدا میکنیم که چی شده باشه این صاحبا شاگردای عزیز در حالت ما پیدا میکنیم میره که تی مساوی با صفر باشه. چند حالت در نظر میگیریم؟ نشته میکنیم حالت اول. حالت اول چی وقت پیدا میکنیم؟ زمانی که تی مساوی با چی شد؟ صفر شده. خب تی مساوی با صفره ایره در معادله خود اضافه میکنیم تی مساوی با صفر. خب در این معادله بیاییم نشته میکنیم اکس معادله جایش اکس مساوی میشه ای کوساین اومیگا تی جمع فا. در این معادله خود ما میاییم چی کار میکنیم؟ تی را صفر مندازیم زمانی که صفر است در شروع یعنی در خب پس اکس مساوی میشه ای کوساین خودش اومیگا تی ما اومیگا ایواز تی قیمتا که شما اندازیم صفر جمع ایواز فا چون زمانی که شروع باشه در اونجا چیزی به نام چیز فاز اولیه حالت اصلی جسم ما خود زاویه که فای ماست این هم صفر است. پس از این نتیجه میگیریم که چی میشه؟ میگیم اکس مساوی میشه به چی؟ ای کوساین اومیگا را که ضرب صفر کنیم صفر صفر جمع صفر صفر کوساین صفر و درباره کوساین صفر خود در اول گفتیم که کوساین صفر حاصلش چی است؟ یک است. پس از اینجا نتیجه آخر میگیریم که میگیم x مساوی میشه به کدام حالت؟ با A x مساوی با A x مساوی با A را ببینیم پیشتر جرسم کردیم ولی نه عملا x مساوی با A اینجا میمونیم در زمانی که هم زاویه صفر و هم تیم صفر دینی سایه. پس قیمتا که اکس ما چی میاد زاویش؟ میاد مثبت A.
خب به همین اساس قیمت های مختلف برای جدا میتونیم. میتونیم این قیمت ورش بتیم، این قیمت ورش بتیم، به همین شکل قیمت های مختلف روی گراف داده میتونیم تا زمان قیمت ها رو میتونیم که این گراف موجی شود و شکل تکمیلی خود رسم شود. خب این حالی میم وضعیت رو میگیریم که میگیم چی شود؟ x ما صفر شود، x ما چی شود؟ صفر باشه. خب در کدام سای x صفر است؟ x ما دهی سایه صفر، دهی سایه و دهینی سایه هست که x ها قیمت هایش صفر است. خب در جای x قیمت چی مندازیم؟ صفر مندازیم. وقتی که در جای x قیمت صفر بندازیم ما از جا زاویه را پیدا میکنیم. چی رو دوست ها؟ زاویه را پیدا میکنیم. خب وقتی که زاویه را پیدا کنیم زاویه ما به دست میایم، میگیم زمانی که x ما صفر شوه، هر وقتی که x صفر شوه تی هم صفر میشه. پس از اینجا نتیجه میگیریم که چی؟ اینی معادله را کپی میکنم. کدام معادله را؟ معادله بالای ما x مساوی به a کوساین اومیگا تی جمع فا. x ما صفر، a کوساین اومیگا تی ما گفتیم صفر، جمع فای ما کلام زاویه ای را نمیفهمیم که زاویه اولی ما چی است. پس از اینجا نتیجه میگیریم که میگیم صفر صفر مساوی میشه به a کوساین فا. و اگر از اینجا فا را بخواییم پیدا کنیم کل اگه میفهمیم زاویه که صفر میباشه. کوساین کدام زاویه صفر است؟ قبلا ما گفتیم کوساین چند است؟ 90 درجه. و 90 هم گفتیم با شکل رادیان شکل کرده میتونیم که پای بر چند؟ پای بر دو رادیان. پس از اینجا ما میتونیم مشخص کنیم که تابع ما چی میتونه باشه. از اینجا نتیجه میگیریم که x ما مساوی میشه به کدام قیمت؟ x مساوی میشه به a کوساین اومیگا تی جمع پای بر دو. اینه خلاصی از این گپ گرفتیم که این معادله ما به دست آمد که در کدام نقطه صفر در اینجا. پس خلاصه میگیم که این معادله را ما در کدام حالت دیدیم؟ در حالت که صفر باشه در او حالت هم بینیم و در حالت نهاییش هم بینیم که به این اندازه می باشه. خب خدا کنه درس را فهمیده باشین. شاگردای عزیز باز هم کدام مشکل داشته باشین حتما نظراتتان در صفحه مجازی با ما در میان بگذارید. مشکلاتتان ما در خدمت هستیم. تا درس بعدی الله حافظ و نگهدارتان.